سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خیلی خوش اومدید بودیم بچه ها. بعد یه مدت گفتم برگردیم پای کلاسیک و داستان، دلم تنگ شد. بچه ها ویدیو یه خورده طولانی میشه چون خیلی وقت کلاسیک نزدم. خیلی توضیح باید بدم که بازی هامون واقعا من خیلی تمرین کردم، بازی هامون برگرده. آلکاتراز وقتی بازی میکنه یه امید کلاسیک، فایت های نزدیکت قوی میشه، یه خورده دورو خراب میکنی. میدونی چی میگم؟ در کل این هستش، چون یعنی فکر میکنی هر بار که بمیری دوباره سری ریوایو میشی، همچین فکری میندازه. اینو میخوام درستش کنم. بچه ها ویدیو تا آخر ببینید، به هیچ جوره ضرر نمیکنه. یعنی فقط نکته آموزشی میگم، یه خورده سعی میکنم مثلا بیشتر توضیح بدم بازی را تا بیشتر حرف بزنیم، ولی حرفم میزنم. نمیشه حرف نزنیم، به مولا اصلا نگاه کنید، رای نداره. آقا بریم واسه لند. بچه ها پلتفرم هیچی گیرم نیومد، خدا خیرت بده. نمیدونم، درود این 40-50 هزار نفری که ویدیو رو میبینن بر تو باد. بچه ها رفتم اینجا یه اسکیس گیرم اومد با یه R9. خب یه بند خدا هم ناکو کنارم لند کرد، گفت امین. اسکین هم رو میشناسن، اسکین بچه ها اسکین گسته، من از پارسال اینو دارم ولی باش گیم پلی فکرم قبلا شاید گذاشته باشم. اومد گفت داش همین، بیا بهت بیوای بدم. بابا نگاه کن به مولا، اصلا نگاه کن گل به شما میرسه، خیلی دوستت دارم، اصلا قلبم گرفت مولا. آقایم دمت گرم، گفت بیا اینم تیرا هم گرفتم رفتم پلتفرم. بچه ها پلتفرم رو با بیوای میشه آتی زد، خدای دمش گرم. خیلی وقت فایت پلتفرم ندیدم، حالا یه تیک استوری هم گذاشتم سر زور با اون یکی اکانته که اوربان ترکر داره. با اون گذاشتم، گفتم قلبتون نگیره، حداقل یکم پلتفرم ببینید. آها تا من اینو اوکیش کنم. بچه ها کلا برگشتم به دوره کلاسیک. بچه ها رو هوا زدن و شات های سیستوق و عصبی و همه برگشت، یعنی به مولا هیچ اعصابی برام نمونده. یعنی هر کی بخواد اذیتم کنه کلا رو هوا میزنمش و یه سیستوق بهش تعارف میکنم. بریم جلو. آقا بچه ها 3 تا 4 تا موقعیت براتون توضیح دادم تا آخر ویدیو، یعنی چطور بگم، موقعیت‌های مختلف که آقا وقتی اینجور جاها گیر میکنید بهترین کار چیه، با این که توشون مردم. ببینید بهترین کار رو کردم ولی دیگه یا از شانس بوده یا هر چیز یا مال پینگ بوده. حالا چون اینجا هم بچه ببینید پینگم یه مقدار بالاست، یعنی مثلا پینگ بچه الان مثلا حدود 50 اینا، پینگ من 80ه، دوباره پینگم خراب شده چون مودمم اینجا باهام نیست. این همون داداشم بود، یه تیر زدم بهش اصلا قلبم گرفت، نباید اینو بزنم، ولش کن. بقیه رو میزنیم با سیستوق میکنیم یکی بیا پایین. الیاس شانس سردرد، نگاه کن به خدا بچه هر وقت بیاید پایین سر همه خوب بشه همه دعاتون میکنن، یعنی همیشه سعی کنید بیاید پایین. به خدا یا جدی میگم، بریم جلو. بچه دارم میزنم تو کار شات های 360 درجه پشمام چی زدم در حین ریلود. فست اسکوب نداریم ما بچه ها، اشتباه نگید، فست اسکوب اوربن تریکر، هیچ وقت اشتباه نکنید اینا رو. دارم بچه ها روز شات های 360 تمرین میکنم، مخصوصا با اسنایپ و بی وای. بیا پایین میلاد جان، بیا پایین. یه 360 تا 2 تا 3 تا قشنگ زدم روی زیپلاین. حالا مثلا میشه از بلندی پرید مثلا چرخید بزنیم، میدونی چی میگم؟ 180 هم خب زیاد سخت نیست، ولی یه 360 رو اگه بتونم قشنگ بزنم خیلی اوکی میشه. اینایی که میزنم بچه ها یه مشکل دارم، من نمیتونم بگم پشمام، این 360 شات هم خورد ولی نیافتاد. خیلی بد شانسم داخل وان شات کردم، مخصوصا جدیدن. بیا پایین ناکن، اسمی گذاشته بیا پایین، واقعا داشت باید بیای پایین، داشتم میگم خودش اومد پایین. ناکن اسمو میذاری عملم بکن، داشتم میگفتم بچه ها یه سری مشکلات هست حالا که من نمیدونم زیاد در بارتون کسی 360 میزنن یه مشکلی داره، میدونی چی میگم؟ ولی من دارم الان دارم با تاچ تمرین میکنم، حالا یه مقدار یعنی امیدوارم بتونم خیلی خوب باش بزنم. زیاد سخت نیست، زدم چند تا زدم، حالا همش رو جمع کردم، این مثلا داخل یه ویدیو فقط یه دمیج کردم، میدونی چی میگم؟ جمع کردم میخوام یه ویدیو مولایی بزنم. 360 نگاه کن، پش میزون فقط سر زیپلاین. بریم جلو. نکن داداش سرمون درد گیر. زیپلاین کلا زیپلاین ها عشق منه به خدا بچه ها. یعنی چند وقت پیش داشتم صحبت میکردم، آلکاتراز رو دیگه دوست ندارم. یعنی اول تو آلکاتراز بچه ها شاتای خفن میزنم. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین داش همین گشنه. بچه ها طمع زیادی موجب مرگ است، نگاه کن قشنگ یه نفرم میاد جفتتونم میزنش، کیلاتونم میدزده و میره. یارم پرید سر تگ، ریوایند و زد، دوباره رفت رو هوا.
افتاد. به مولا داداشمی بریم آقا، بریم جلوتر بچه، نمیخوام زیاد لفتش بدم چون فقط میخوام موقعیت توضیحان رو یه مقدار فایت گذاشتم باشه اون مغزتون گرم بشه. بعد موقعیت های مثلا یه جایی مثلا میبینی گیر میکنی آقا تک افتادی، اونا سه نفرند، یه دو نفر دیگه سمت چپن، تک به تک مونده. بچه ها بعضی وقتا واقعا باید شانس یعنی همراهت باشه، بعضی وقتا میشه زد. میدونی چی میگه؟ یعنی یه جوری بازی کردم حرفی دیگه بود اونجا مثلا میمرد مگه اینکه شانس بیاره. میدونی چی میگم؟ ولی خدای اون لحظه که از مغز استفاده میکنی خیلی قشنگتره. یعنی قشنگ بازید معلومه آقا داره با فکر جلو میره. میدونی چی میگم؟ بیا اینجا داداش فرار نکن، داش همین M13 دنبالته. M13 میتیکم خوب اصلا یه سمیه، نگاه کن چی میزنه، به مولا اصلا گناری 13 داداشم قناری. اینو دیدی بچه ها؟ این صحنه رو دیدید؟ حالا کار ندارم زدمش، طرف اومد پایین دیگه اون قرمزیه نیومد چون نکن گلایدش رو باز نکرد. یعنی بچه ها از چاپر جامپ میزنید 20 تونه دمیج میشید. خب حالا 20 تونه زیاد نیست ولی طرف نمیپره نمیفهمه دارید میپرید بکش. میدونید چی میگم؟ اون دکمه اون گلایده است قرمز میاد رو هوا، میفهمید آقا یکی داره پای سرتون جلوتون لند میکنه، اون معلوم نمیشه. پس از چاپر همیشه صاف بیاید پایین. نکات آموزشی با داش همین سیستوقی بریم جلو. بچه یه چیزی رو میخوام خدایی بگم، واقعا پینگ تاثیر داره. یعنی هر کی گفت پینگ تاثیر نداره بچه بنظرم 100% اشتباه میکنه. تیراد ریجستر میشه، فرق داخل تیر و اینو، ولی بچه ها موومنتت واقعا بی تاثیر میشه. پشمان چون اینجاش اینجوری میرفت، موومنتت بی تاثیر میشه. یعنی اگه طرف ADS رو بگیره رود با ایکی از بک، شما حدود یک ثانیه بعد میفهمید، یک ثانیه و نیم، یک ثانیه تو گیم، تو مثلا گیم مثل کال آف شوتینگ اینا بچه ها خیلی ها، یعنی شما یک ثانیه و نیم بعد میفهمید. شما بفهمید یه اسلاید بزنید، چون خیلی مطمئنم همه تو اینجوری شدید، تو همون اسلاید میمیرید. یعنی اسلایدتون هم کامل نمیشه. میدونی چی میگم؟ اسلایدتون کامل نمیشه دوستان عزیز. پشمام داشت دوستان داری بمیری، نه کن اسلاید که کامل نشه میگه آقا طرف چیتره. ولی بچه واقعا مال پینگه. مثلا شاتگان زدن با پینگ من 85 78 اینجوری بالا پایین میشه، خیلی سخته. یعنی مثلا ممکنه بعضی از تیرات ریجست یا اول فت. یعنی بچه ها خلاصه اینجوری سعی کنید یه اینترنت خوب اوکی کنید، منم احتمالا حلش میکنم چون این دهن سرویس هنوز که هنوزه شاید باورتون نشه خونه من نداده. الان من مشهدم بچه ها، اومدم یه سر بزنم به خانواده و به والدین احسان. آقا اینا رو ول کنید، احسان بکنید، یعنی به خانواده احسان بکنید، اون که حرف خود خوبی نیست. ولی بچه ها اینجا من یارام مردن، بریم آقا موقعیت یک رو میخوام توضیح بدم، بعدش چند تا ترفند میگم میریم سراغ موقعیت دو. اوکیه اینو ببینید بچه ها، اینجا مونده من فقط اینو باید با جام شات بزنم. یعنی تیرام هیچ جوره بشنم، حتی دیفندرم کاشته بود چون جام شات بزنم بازم تیرام میخورد. دو نفر اینجا ناک کردم، میریم سر سقف بعدی. بچه ها واسه این میگم کلاس نینجا واسه سولو اسکوات کردن و فکر مغز بازی اینجور داستانه خدای کلاس خوبیه. یعنی واسه نینجا شات هم قشنگه، گفتم کلاس اوکیه. میدونی چی میگم؟ من اینجا بچه ها تنها کاری که باید بکنم برم یه اسنوبورد بزنم، چون اصلا جام افتضاح بود. یعنی دو نفرم فقط تونستم با یه M13 بزنم. M13 خدای قوی. بچه ببین دو نفر بالا هم ممکنه دو نفر بک هم باشن پخشن، میدونید مچ سولو هم یعنی سولو اسکواد، دو نفر بالا نمیترسم از راش دادن. بچه ها آه یه نکته بگم اینجا، گوش بدید بچه، ویدیو تا آخر بی خودی ضرر نمی کنید. وقتی مثلا به دو نفر سه نفر که روی های گراند شما مثل اینا راش بدید که مطمئن باشید بدون این که حتی مثلا یه ذره تیر و اینا بخورید میرسید به زیر پاشون، یعنی میچسبید به دیوار اون های گراندشون. اینجا فقط من با نینجا میتونم برم جلو. اینجا سعی رفتم زونم اومد دیگه اینا رو هول داد. میدید چی میگم؟ بازم رفتم اون های گراند دیگه اینا رو، اینجا اسنو میزنم یه جوری باید استفاده بکنم. میدید چی میگم؟ بیا پایین بچه جان. بچه جان عصبی هستی ها. اینم وستش زدم، من میرم های گراند. نگاه کن بچه ها طرف الان میاد میچسبه به زیر پای من، وقتی بچسبه به زیر پای من رسما هیچ کاری نمیتونم بکنم. نگاه کن موقع تیر زدن مجبورم بیام پایین. ببین این حرکتش خدای قشنگ بود، با اینکه میدونم شانسی بود. خب یعنی با فکر این کارو نکرد، ولی منظور من اینه بچه ها اگه دو نفر بالای های گراندن شما قشنگ باید بچسبید به زیر مثلا سنگ زیر پاشون، زیر اون خونه زیر پاشون. این نفر داره از دور منو میزنه، این نکته رو رعایت کنید هیچ وقت از های گراند گرفتن ها اینجوری نمیخورید. میدونی چی میگم؟ ضربه خیلی محکمی نمیخورید، نهایتا یه خورده دمیج بشید که طرف میاد پایین، که اگه پلیر خوبی باشید بازم میتونید بزنید. نکن
خدایی چه قشنگ زدمش. بخواین سرمون درگیره. خواهیگران خوبیش اینه دیگه. نباید بری بالا. ببین این اومد بالا من راحت زدمش. انقدر باید اون پایین وایسی که طرف به دراش بده. حالا آخر ویدیو ببینید بچه‌ها تقریبا اواخر ویدیو میشه. همچین موقعیت توی قشنگ براتون توضیح میدم. میبینید که من نرفتم طرف اومد پایین چجوری خورد. یعنی دو نفر سه نفر بودن. اینا رو با داش همین اوکی کنید. خدای ویدیو کاملی زدم. حتما تا آخر ببینید. اصلا ضرر نمی‌کنید. بریم جلو بریم جلو. سعی می‌کنم بیشتر بازی رو توضیح بدم تا مثلا حرف بزنم ولی حرفم می‌زنم. دیگه اصلا نمیشه. به مولا که داداشم است. سطح کمپو می‌بینی حالا زوند اومد. بچه‌ها یه نفر اینجاست. اون رفت اونور. یه نفرم داره با اسنوبورد همینجوری داره می‌چرخه بچه‌ها. این نفرم داره نید می‌ندازه. این اسنوبوردیا رو بچه‌ها بزنید. یعنی میومد جلو من میگفت داش همین نزن بچه ها. من مثلا برای اینکه تمرکزم به هم نریزه حتی مسعود حتی یارام میگفتن امین نزنش که مثلا این بیاد حواس اینا رو پرت کنه ولی من میزنم چون میومد کنار من حرف میزد. میدونی چی میگم؟ اینجوری اوکی آقا میخوای بازی کنی کلا برو. میدونی چی میگم؟ بعد میگه همین طور خودم من فقط تو فکر این بودم اینو سریع بزنمش. میدونی چی میگم؟ پشمام نیجام خورد بهش چون میاد یه داد میزنه تمرکزم نسبت به اون دو نفر پرت میشه اونا منو خیلی راحت میزنن. اینجا اینو زدم داش حادید شرمنده. الان موندم تک به دو. ببینید دو نفرن همینجور دارن میرن نا کن میخوام بیان قشنگ داش همینو بتونید. دو نفر آخر که میمونن بچه همیشه گفتم دو حالت داره. یا خیلی بازیشون خوبه یا کمپرن. اینا نمیدن. من بهشون میگم درجه متوسط. میدونی چی میگم؟ حواسم هست بچه تو وان شات کردن خیلی باید شانس بیاره. اینجا نینجا شات زدم وان شات نشد. چرخیدم آقا اینو انداختم. حالا به هر جوری بود این مرد. یارش هم نکن ختمو گرفته اونجا. میبینی؟ سطح یارو میبینی؟ نینجا هم بچه‌ها این شات هم باید میخورد. خدای نمیدونم چرا نخورد. قشنگ روش بود. دیفندر زد داشتم اینو وان شات کرد. دیفندرها بچه ها خیلی ضعیف شدن. یعنی اکثر مواقع حالا دیفندر پلیرها میدونن چی میگن. اکثر مواقع آقا این قضیه وان شات نمیگم وان شات کور نمیکنه طرفو. خب ولی از شانس بعد داشتم این هر چی بگی کم گفتی. بریم جلو بریم بیا پایین. داش عباس وایساده زیر زیپلاین یه عقابی به نام داشمین رو هوا چیکار میکنی؟ بیاید پایین. بریم جلو بریم جلو. میخوام تیکه تیکه براتون موقعیت توضیح بدم. نمیخوام یهو پشماتون خدای اینم خورد اینم چرا نخورد. پینگ 74 اب نداره. من با پینگ بالا بازی میکنم برابر بشم خوبه. بعد بچه ها یه نکته دیگه بهتون بگم. عشق میکنید دقت کردید جدیدن میگم شاتگان نه SMG اینا. سوار ماشین میشه تیراتون نمیخوره. باید فرست پرسن کنی. نه کن این خوری نمیاد پایین دستم. چون سرپایینی بود دیگه پیاده شد. بچه ها فرست پرسن زدنم سخته. اینجا سری باید میزدم روی دکمهش. حالا دکمه رو باید یه جایی بذارم که سری بزنم. نه کن شاتام نمیخوره. پشمام HP رو ببین. مرسی از کاور عزیزای دل داش همین به مولا و اینا میمرد. میگم بچه‌ها این فرست پرسن کردن بهتره. حالا چند جا بهتون نشون میدم دقیق. هاگران نشه فراموشه. دروپ هم میخواد بیاد اینجا. بچه‌ها یه چیز جدیدم یاد گرفتم درباره ایم. ببینید ایم شاتگان موقع یارات داره با این افر فایت میده دیگه از ایم در نیار اسکوپتون. میدونی چی میگم؟ آقای جاهل وایتی به مولا نگاه کن داداش. قلب بریم جلو. همه بچه ها خدای دوست دارم خیلی حال میده. اینقدر دلم تنگ شده بود برای کاستوم اینو میگم. نگاه کن منظورم اینه آقا درش نیاره. یارو داره یارتو میزنه. بذار هم کلشو بدوز هم سریعتر تیر میزنه. دیگه نیاز نیست تونتور فاسکوپ بزنی. میدونی فاسکوپ کلا نداریم اینجا. سیستوق بخوره تو سر و کلهتون. بیا جلو بیا جلو. داش همین سیب میقلی نارنگی میقلی. بریم اینجا ویزم واسه هم بهش کنم داش سیب میقلی. یه کامنت هم بچه واسه کال آف دیوتی موبایل من گذاشتم نم سیب میقلی همچین چیزی. این میقلی قضیهش خیلی بال. بچه یه چند تا استیکر واتساپ هم احتمالا همه تون دیدینش. خب یه چند تا استیکر واتساپ هم داش همین هم جدیدن موز میقلی سیب میقلی. نه میقلی خودم میقلم. خیلی خوبه. بعد اینو نوشتم میگم داش همین از سنت خارج شده. داش این چیزا سن نداره دیگه. من آدم میشناسم 36 37 سال از اینا میفرسته. شاد باشید به خدا کلا دنیا دور نگاه کن. این فرست پرسن میگم جواب اینه. نگاه کن چرا اصلا تیرت میخوره. بیا پایین بچه جان سرمون درد گیره. یعنی دو چهار سردت نشید. بیاد نارنگی بقولین سیب بقولین M13 بزنید. M13 اصلا تو یه ثانیه طرفو ناک میکنه. خوبه یه خورده دارم عادت میکنم به این آیپده. خیلی حال میده جدیدن. یعنی یه مقدار بچه FPSش بالاتره ولی کنتر از اون یکیه. یعنی مثلا میگم ببینید بچه اونجا سنسم رو 95 بود. خب
این 95 اون سریع تر میچرخه، نمیدونم چرا. حس میکنم، یعنی حس که نمیدونم، قبلا یه تنظیماتی بچه آیپد داشت، خب خود تنظیمات اونو دستکاری کرده بودم تو آیپد قبلیم، اینجا نمیدونم کجا هن. اگه میدونید بچه خدای برام تو دایرکت بفرستید ببینم قضیهش چیه، یه نگاهی بندازم. یا پایین بچه جان داشت، نه این حرکت رو نزنید آقا، موقعی نمیتونید نزنید، میاد دست میندازه بعد یا تیر تموم میکنی یا نمیتونید بزنید، نایف نکش. این هم گیم پلی خراب میکنی، هم حرکت زشتی. من چه بیارم آقا، نکنید دیگه، بیا مردون ببینید کاستوم دیگه. تا دقیقه بعد نکن، اینجا نینجا زدم، نکن یه مقدار نرفت، یعنی نینجام نم خورد به این در و دیوار، نکن چسبیدم به هایگران. ببین موقعی به چسبی طرف هیچ جوره نمیتونه به راش بده، ببین اومد بزنتم نتونست، رفت بالا. اینجا آروم سوسکی میام سمت چپ، نکن طرف اومد اسلاید زد، گرفتی؟ موقعی به چسبی به هایگران بچه ها طرف هیچ کاری نمیتونه بکنه. این یه موقعیت، یه موقعیت خیلی گانگتر هم داریم داخل همین ویدیو بچه ها. ببینید حالا من فایتاش هم گذاشتم براتون، چون میخوام قشنگ همه چیز سیر تا پیازه چی بهش میگه همه رو براتون توضیح بدم. اینجا طرف این بالا کمپ کردن، خب اینا ایردراپ رو لوت کردن، یه کمپ ملایز زدن. حالا طرف یا رو سقفه یا اینجا، من دارم صداشو، فنک هم داره، چون موقع تیر میزد صدای فنک میومد دیگه. این بچه ها باید بریم بزنیمش، اصلا نمیتونیم، چقدر حرف زدم نمیتونیم. نواگاز خیلی قوی شده بچه ها، پشمام دوباره افتاد. الان میرم الان داشمین میاد مثلا به صورت یک عدد سیب میقولدت. بیا اینجا ببینم سیب میقولی؟ همه تو کامنت ها بینید نارنگی میقولی؟ سیب میقولی؟ خیلی استیکراش بالا. حالا استوریش میکنم، اگه ندینش داخل واتساپ استوری میکنم بید ببینیدش کنید. بیا اینجا داش، من بکتم یه خورده به داش همین توجه کن. اینجا فنک منک جواب نداره، اچس میزنیم مولایی، بریم جلو. نکن مولایی اچس میزنیم، بریم جلو. کلا قلب داش همین دوچار گرفتگی خیلی شدید شده به مولا، یعنی انقدر داخل کاستوم میخوریم به هم دیگه، میگم آخ قلبم، بریم جلو. نکن بچه ها چقدر خواستیم بریم جلو، همش هم داریم میریم عقب، رفتیم بالا پایینم نمیایم، بریم جلو. آقا مسعود بیا بالا. ببخشید شما مشتاق چی بهش میگن، شما لایق یه لامبورگینی بودی، ولی بیایم بالا این ای تی وی رو از ما قبول بکن. بیا بالا دیگه داداش. بچه‌ها یه چیزی بگم، قضیه ام قفل کردنه خیلی جاها بالا. حالا یه نفر رو زیر میکنم چی رو هوا میزنم، اینجا میگم تیر بزن، نگاه کن وایساده مثل خیار داره نگاهش میکنه، واقعا نوبی. یعنی باید سطح تو ببری بالا داداش گلم، کلا روی سطح کار کن، مسئله سطح. سطح نگاه کن بچه ها چقدر پرش شد، چون ماشین رو ول کردم جلوشم سنگ بود اینجوری مثل چقدر رفت بالا. بیا پایین نگاه کن بچه جان، بیا پایین، بیا پایین بچه، بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت. میدونی من فارسی کلی کلی کم، بیا پایین. این مترجم گوگل رو دیدید میزنه، میگه من فارسی کلی کلی کم. بریم جلو، به مولا نگاه کن قلب. بچه ها بریم اینا رو با سیستوق یکی بکنیم. یه موقعیت دیگه هم میخوام بهتون توضیح دارم، اینجا نمیدونم این دکمه نمیمد سوار بشم، میخواستم سوار عصبی شدم یه تیر زدم. خب ولی بچه ها ببینید بعضی جا گیر میکنید، یه نفر هایگراند یه نفرم اونور دنیاه، کلند فایت دادن داخل زونای آخر با شاتگان ریسکه، قبول کنید ریسکه، چون بچه ها وان شات نکنه طرف با اس ام جی راحت میزنه. منم سر این موضوع خیلی، یعنی یهو بچه ها یه پلن میریزید اصلا ناامید نشید. من این ویدیو رو از قصد میذارم، به خدا ویدیو مثلا میبینید دیگه اینا رو وینشون میکنم، مثلا همینجوری داخل این هایلایت آخرش وین میاد، نمیذارم اونو چون اصلا خوشم نمیاد. میبینید من دنبال این نیستم که بگم آقا من چه پلیری ام، وای دیگه هیچکی رو دست من اصلا، چون اینجوری واقعا نیست. میبینید خیلی پلیر بهتر از من هست، خیلی اصلا کلا دارن بازیشون رو میکنه، اصلا براشون مهم نیست کی پلیر خوبیه. من سعی میکنم آقا یه چیزی توضیح بدم که بازی همه بهتر بشه. از اولم هم کلا همینجوری کار کردیم، میدونی چی میگم؟ یه نفر بک همه یارم گفت امین بکت 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 بکت، پشمام ریخت. حالا اینا رو ول کن بچه، آخر این بازی من یه پلن میچینم که آقا یه نفر رو رو هوا بزنم، دومیشون رو نینجا شات بکنم. ببینید بچه ها چقدر نکن اینقدر پینگ بالا چقدر دیر تیر میخوره. ببینید بچه ها چجوری اون پلن من عملی نمیشه، حتما نگاه کنید چون ضرر نمی کنه. من قشنگ براتونم توضیح میدم خودم. اینجا یارم رو زدن، گفتن دو نفره، من اینجا نینجا زدم، این دو نفرم این ورم. بچه ها حواستون باید باشه، این الان دو به دوه داخل کاستوم های دابل، کلا داخل روم های دابل. بچه ها پشمام باید تیرم رو سریع میزنم، یه چیز فونشات هم نکنه، یه نفرم داره از بک میزنم داخل رومای دابل. حالا از چه کلمه استفاده کنیم قشنگ تر باشه، نمیشه مثلا بگی
کیل نه کیل دزدی هم نه بچه، سوء استفاده. دنبال کلمه مناسب بودم که اینجا بشینه، میدونید دیگه. حالا خودتون کلمه پشمام چه شاتی دادم، اون کلمه اصلی رو میدونید. سوء استفاده میکنن از فایت ها، یعنی میبینن آقا دو نفر از این ور اون ور مثلا دیگه دو تا تیم دیگه بهشون میگن تیم موقعی دابل دارن با هم فایت میدن. خب بچه میان سوء استفاده میکنن، کلا مفتری میکنن. یه همچین کلمه هم خوبه اینجا استفاده کنیم. بچه ها ببینید، طرف خط منو گرفته، زونم داره میاد. خب من نگاه کن سرمو از پنجره در میارم، این ویدیو رو تا آخر ببین خدایی تا بهت بگم. نگاه کن بچه ها، من سرمو از پنجره در میارم، اینا شروع میکنن تیر زدن به داشتمین. خب یعنی هیچ رایی ندارم، اومدم این پایین پشت این سنگ حداقل یه کاوری باشه بتونم تو زون وایسم که اینا برن جلو. چون نگاه کن بچه ها میبین چجوری خطمو گرفتن، نگاه کن دو نفری، میبین فقط نگاهشون به سمت منه، قشنگ میبینی اون بالا، این خیلی بده. خب من نمیرم زون، کاری ببین کاری میکنم اونا حس کنن من رفتم یا مردم، یه نینجا میزنم میرم مرحله بعدی، دوباره اینجا سعی میکنم وایسم بذار یه خورده دمیجم فول بشه، چون اگه منو ببینن این دو نفر 100% منو میزنن، یعنی ختمو میگیرن، چون ازم جلوترم هستن، من ممکنه تو زون بمیرم، اونا یه خورده جلوترن و دو نفرن، میدونی چی میگم؟ یعنی یه نفرشون هم بره زون، اون یکی راحت منو میزنه. اینجا هرش نینجا میزنم میخوره به تریکسه. بچه اونا ول کردن، یعنی بیخیال شد، فکر کردن من تو زون مردم چون ندیدنم. گرفتید اونا منو هیچ جوره ندیدن، دو نفرشون هم اونجا هن. یه ایکی دارم اینجا، ایمشون رو میگم یه مقدار دمیجش میکنم، نمیمیره، خیلی سفیده. البته اونم آرمور 200 تایی داشت پشمام، یه نینجا باید بزنم برم جلو. میدید تنها راهش همینه. آجی این قیب شد، ولی نمیدونم یه چیزش معلوم بود، دقت که از بک فکش بود. سر اون موضوع زدم. خب بچه ها نگاه کن، اینجا سه نفر دیگه به جز من موندن، یه نفر پایین این خونه روبروه، موقعیت رو ببین، یه نفرم رو سخت، یه نفرم پشت اون کامیون یا اون بالای کوما کمپه. اینجا من باید حواسم باشه هم به بالا سری، مخصوصا بالا سری، هم اون کسی که داره دور این خونه میچرخه. اینا دو نفر، یه نفرم اونور، با من میشیم چهار نفر. موقعیت رو ببین تا باید توضیح بدم اش کنیم. بچه یه مقدار دارم سعی میکنم والبنگش کنم، ولی طرف پشت دیفندرش خوابیده. من میرم آقا، من قیدشو میزنم، میگم تا کسی که های گران داره باید بچسبی به زیر پاش. نگاه کن من اینجا حواسم هست، اگه طرف یه مقدار پیک بده زدمش، یه دونه از یاراشم یا یارشه فکر نکنم یار، بچه داره این پایین ماینا میچرخه، نگاهش کن اومد منو بزنه، سریع همینجا یه شات خورد. بازم این بالا سرمه، یه نفرم اون وره، هیچ راهی هم ندارم برم بالا. میدونی چی میگم؟ ممکنه بزنه وان شات هم کنه، نمیخوام از در اینا برم بالا. وایسادم اینجا، فکر من این بود، میگم بعضی وقتا فکراتون عملی میشه ولی شانس باهاتون نیست، ناراحت نشید. اینجا آقا من اینجا زیر وایسادم، میخواستم اینو رو هوا بزنم، یه شات رو هوا خواستم این بزنم این بمیره، برم اینم اینجا شاتش کنم. دید بچه‌ها اینم زدم وستش شکست نمیاد. میگم بعضی این اگه هول گیر نداشت 100% میزنم. ببین چه تیر داشت، این گانه تیر بالا اینجوریه. خلاصه من تصمیم میدم یه نفرشون رو هوا بزنم که دیدید شاتم خوردیدم، میخواستم نینجا شات بکنم، ریوایند زد رفت اون ور، ولی بازم یه شات خورد و نمرد. گرفتین؟ یه همچین قضیه بود. میگم آقا این نیست همیشه آقا اون چیزی که میخواید بشه، ولی شما سعی کنید بهترین بازی رو بازی بکنید. من الان مثلا میگم اگه فکر بازیم بد بود یا هر مشکلی بود، اصلا نمیتونستم اینجوری مثلا اوکی بزنم در کل. میدونی چی میگم؟ آقا این از این قضیه. امیدوارم لذت برده بودید، لذت برده باشید بچه‌ها. خیلی دوستتون دارم، فکراتونو عملی بکنید، نذارید کلا بمونه. به هر حال داشمین خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. امشب احتمال قول نمیدم دیگه ویدیوهای دومو، خدای سعی میکنم بزنم. مثلا این ویدیو میخواستم یه همچین ویدیوی کامل در بیاد، نمیخواستم اینجوری بشه. میدونی چی میگم؟ خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، مراقب خودتون باشید، میبینمتون، فعلا باباش.